بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعفا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بعد از مناجات راغبین در مناجات های خمسه عشر، مناجات شاکرین، همونطور که در گذشته در آغاز هر بحثی ابتدا توضیحی درباره اون مفهوم محوری دادیم، مناسب است اینجا ابتدا بحثی درباره شکر داشته باشیم. شکر از واژه‌های خوششانسیه که در همه زبانها به عنوان یک واژه زیبا و دلپسند خودش و معادلاتش به کار میره. امروز در ادبیات عرفی همه جوامع میبینیم که لفظ متشکرم، تشکر میکنم، سپاسگزارم لفظ کاملا رایجی است و این نشانه ادب تلقی میشه. ولی ورای این ادبی که ناشی از نوعی قرارداد اجتماعی است، یک ارزش اخلاقی هم نهفته است که باز تقریبا همه جوامع انسانی به این ارزش ها باور دارند. ما یه سلسله ارزش هایی داریم که برخواسته از دین و اعتقادات دینی است. ارزش عبادت و چیزهایی که از طرف انبیا مطرح شده، ولی سلسله ارزش هایی است که بیدین ها هم به اینها باور دارند و اونها را احترام میکنند، رعایت میکنند. این ارزش های عام نیست که فرض کنید راست گفتن، همه جوامع بشری راست گفتن یه ارزش بوده، پابند بودن به عهد و قول، وفا کردن به عهد یه ارزشی است که همه مردم اهم از دیندار و بیدین بهش معتقده. ادای امانت، امانت داری این کار خوبی است، کسی دین داشته باشه یا نداشته باشه به این معتقد. حالا این ارزش از کجا پیدا میشه و اعتبارش چیه؟ این بحثی است که باید در فلسفه اخلاق بحث بکنیم. کسانی معتقدند اینها هم از قراردادهای بین عقلا است. چیزی که همه عقلا قبول دارن یک ارزش عام است. در منطق میخونیم که اینها از آراء محموده است. آقایون یادشون باشه در مقدمات قضایات، قضای بدیهیات و غیر بدیهیات، غیر بدیهیات هم اقسامی داره، یک قسمش آراء محموده است. مثال میزنن به حسن عدل،
و حسن صدق. و به دنبالش میگن این آرای محموده در جدل ازش استفاده میشه. بعضی هم توضیح دادن که چون اینا از اعتباریات در برهان از اعتباریات استفاده نمیشه، از این جهت اینا فقط در جدل کار بود. بعضی هم گفتن که اینا یه قیود خفیگی داره که اگر با اون قیودش به کار بره برهانیست، اما به صورت عام و بیقید بدون حیثیت تقییدیه وقتی در نظر گرفته میشه این از آرای محموده. حالا این بحثش انشاءالله اونایی که دوست دارن اینجا مباحث تحقیق کنن در فلسفه اخلاق باید بحث. ولی در این که همه ملت ها و همه جوامع در طول زمان های مختلف همه به این ارزش دلبستگی داشتن، به یک معنا هم میشه گفت این یک امر فطری است. حالا فطری البته اینجا باز غیر از فطریاتی است که در منطق میگیم، اینم یه معنای خاص است. آدم خودش هم میتونه تجربه کنه که اگر یک کسی خدمتی برای انسان کرد، آدم از خدمت او شاد میشه و خودشو در مقابل او کأنه یه بدهکار میبینه. لااقل وظیفه‌ش هست که اقلا به زبان بگه متشکر، این اندازه رو اظهار تشکر بکنه از طرف. اگه اینجور نکنه خب عموم مردم میگن بی‌ادبه. اونهایی که مقداری عمیق‌تر باشن میگن اینا دور از فرهنگن، اینا ارزش‌های اخلاقی سرشون نمیشه. یا خود جسورتر بگن میگن اینا دور از انسانیته. اینقدر بهشون خدمت کنیم یه دست مریضا هم نگفتن. ولی مثل این که آدم حس میکنه یه خود عمیق‌تر از این هست. من یه شواهد در زندگی خودم دارم که خیلی تعجب‌آور بوده دارم و این نشانه اینه که یک ریشه فطری داره این مطلب. در یه سفری چندین سال پیش، بیش از 10 سال پیش در آمریکای لاتین، یعنی چند تا از کشورهای اونجا دعوت داشتن تو دانشگاه ها و اینا سخنرانی میکردن، یه شد توی دانشگاهی که هم دانشجوهای پسر بودن هم دختر و خیلی شلوغ بود. بعد از سخنرانی ما دور ما گرفته بودن، خیلی به زحمت دوستان ما میتونستن ما را از هجوم مراجعه کنندگان دور کنند. یه خانمی از ته سالن با یک اصراری خودشان میخواست برسونه بود. این بیشتر این دوستان ما نگران شدن که این حتما یک مثلا شاید قصد سوی داشته باشه. بالاخره با یک زحمت خودش را رسون تا نزدیک و هی دستش بلند میکرد، گفتم خب آقا بذار ببینیم چی میگی. اومد نزدیک راه را باز کرد و اومد گفت خیلی متشکرم. این یک بدهی برای خودش قائل بود که تا این نگه این من متشکرم این وجدانش راضی نمیشه. از اون ته سالن با یک زحمتی هی مردم ها میشه گفت یا جلو هم که من خیلی متشکرم. بعضی جور نمونه ها زیاده. در حال حتی میشه گفت یه چیزیست که فراتر از ارزش های انسانی است. در حیواناتی هم که هوش پیشرفته دارن یه هم چیزایی دیده میشه، مخصوصا در سگ، در بعضی از گربه ها، در اسب. حیوانات باهوش هم وقتی آدم خدمتی بهشون میکنه، مخصوصا اگه مکرر بشه و بفهمن اتفاقی نبودی. سگ که خیلی مشهور محسوسه، میاد در مقابل پوست و خاک میمالی، دم میجنبونه، اظهار تشکر میکنه. بنابراین این ارزش حتی از ارزش انسانی هم فراتره. حالا آیا این برهانی هست یا نه، اون بحثش انشاءالله دیگه در
جای خودش تو مدرسه با هم بحث کنه. اینقدر این مسئله مهمه از نظر علمای ما هم که آقایون یادشون هست در مقدمه علم کلام بحثی دارن که اصولا تحقیق درباره خدا چه لزومی داره. یک کسی که هنوز ثابت نشده براش خدایی هست یا نه، آیا لازمه حتما بره تحقیق کنه یا نه؟ اگه ثابت شد قبول میکنه، ایمانیه، نشد هیچ. علمای علم کلام میگن نه، عقلا واجبه بره تحقیق کنه درباره معرفت. میگن دلیلش چیه که واجبه؟ دو تا دلیل میارند، یکی خوف ضرر محتمل، یکی هم وجوب شکر منعم. میگن عقل میگه که شکر منعم واجبه، ما این نعمتهایی که داریم باید ببینیم کی این نعمتها رو به ما داده تا شکرش رو به جا میاریم. این مسئله قطعی است، جای چکش خور نداره، حتما شکر منعم باید. پس مقدمتا ما باید تحقیق کنیم ببینیم منعم ها کیست تا شکرش رو به جا میاریم. یعنی از راه وجوب شکر منعم میخوان وجوب تحقیق درباره خداشناسی را اثبات بکنه. حالا این استدلال تمام است یا نه، باز جای خودش. منظورم اینه که اینقدر مسئله اهمیت داره که برای لزوم خداشناسی هم از وجوب شکر یا از حسن شکر استفاده میکنه. خب در فرهنگ دینی ما هم که الان ماشاءالله روشن، شما یه مروری در قرآن بفرمایید میبینید که چقدر به این مفهوم اهمیت داده شده. به حسب یه تقسیمی در قرآن میگه ما انسان‌ها رو که هدایت کردیم در مقابل هدایت ما مردم دو دست، یا شکر این هدایت رو به جا میارن یا ناسپاسی میکنن، کفران میکنن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. یعنی انبیا که آمدن در بعد از رسیدن هدایت انبیا به مردم، مردم دو دسته میشن، شکرگزار و ناسپاس. خیلی مسئله مهم نیست که نشانه این که کسی از هدایت انبیا استفاده کرده اینه که در مقام شکرش. و دیگه الان ماشاءالله اهتمامی که به مسئله شکر شده و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکر و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکر. حتی امور تشریعی را که بیان میکنه در مورد حج هست، در مورد صیام هست، اینا باز میگه لعلکم تشکر. حتی می فهمد وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، که حتی تقوا هم مقدمه شکره. خب یه همچون مفهومی با این اهمیت، هم اهمیت عقلایی در بین همه انسانها و جوامع بشری و هم در منابع دینی ما به خصوص قرآن کریم با این صراحت، با این آیات کثیری که درباره شکر هست، جا نداره که یه مقدار بیشتر درش تکرار کنیم ببینیم ما چه کاریم، آیا اهل شکر هستیم یا نه. خب شکر چیه؟ ما به جای اینکه الان مراجعه کنیم به کتاب‌های لغت و تعریفات و حدود و این حرفا، با همین اصطلاحات و مکالمات عرفی خودمون استفاده میکنیم، از همینجا میخواییم تعریف ها رو به دست بیاریم. ذکر اونها باز برای این مدرسه مناسب تریم. وقتی یه واژه‌ای است که ما در فارسی هم عیناً استعمال میکنیم، اینه که مفهومش آشنا هستیم، یه خود باید دقت کنیم حدودش رو مشخص. وقتی یک کسی در مقام تشکر از کسی در میاد که یک خیلی ازش اون شخص به او رسیده باشه، اگر هیچ رابطه بین اونها نباشه مفهوم شکر به کار نمیاد. فرض کنید
یک نقاش هنرمندی از خیلی خوب نقاشی میکنه، یه خطاتی از خیلی خط عالی داری، شما بگید من تشکر میکنم که چنین خطی دارید شما، جانم دارید من برای شما خط من بیشتر شما تشکر. وقتی جا داره بگم تشکر کنن که او برای شما یک کاری کرده باشه و شما شکرشو بکنه. پس باید بین دو نفر یه رابطه ای باشه، این چنین رابطه ای که یکی یک خدمتی به دیگری کرده باشه، یک خیری در اختیار او گذاشته باشه، یه چیزی که دوست داره و مطلوبش هست اونو براش فراهم کرده باشه، اون وقت جا داره که ازش تشکر. خب این رابطه کی تحقق پیدا میکنه؟ چه شرایطی برای تحققش هست؟ اگر فرض کنید کسی یه هدیه ای را برای کسی فرستاده، عملی طرف باورش نیست که این چیز ارزشمندی است، خیال میکنه که بی ارزشی است، اشکالا فکر میکنه مسخرهش کردن مثلا، این هیچ وقت در مقام شوک بر نمیاد. وقتی خودش را مدیون طرف میبینه به یک شکر و تشکر که به فهم او چیز خوبی برایش فرستاده، خدمتی میشه و قصدم داشته که این خدمت را برای او انجام بده. حالا یک کاری که اتفاقا کسی یک کاری کرده یه نفعی هم به این رسیده، این هم باز جای تشکر نداره، او برای کار خودشه، زحمتی کشیده، کاری انجام داده، اتفاقا اینم در کنار اون یه سودی برده، اصلا اونم توجهی نداشته که این هم نفعی میرزه، اینم جا نداره که من برم تشکر کنم شما برای خودتون فلان اقدامی کردی، ما هم بدون اینکه شما قصدی داشته باشید استفاده ای کردی، این هم جای شوک نیست. کسی خدمتی بکنه قصدش این باشه که به اون نفعی برسه. باز از اون طرف اگه یادم یه خیری بهش برسه، ولی بگه این اتفاقی بوده، کسی برای من نفرستادی، شخص خاصی نیست، اتفاقی شده، خب این از کسی شکر نمی کنه چون منعمی را نمی شنازه که ازش شکر کنه. پس هم باید یه خیری بهش برسه و هم بدونه از یه شخصی بوده و او هم می خواسته که به او خیری برسنه. اون وقت در مقام شکر برمیاد. جا داره که این مفهوم به کار بریم این از او تشکر. در میان ما انسان ها اینجور هر وقت میخوام تشکر کنیم، حالا تشکر ها مختلفه، از تشکر زبانی و یا از مرسی گفتن گذشت شروع میشه تا مثلا لوح تقدیر و اینا و تا مثلا یه هدایای قیمتی، اینا همه تشکره. در مقابل خدا شکر کردن کی صدق میکنیم؟ اون وقتی که ما بدونیم اولا نعمتی به ما رسیده، چیزیش نعمت هست برای ما. اگر ما یک پدیده ای را، یک موجودی را، یک شیئی را، یک حالی را، یک موقعیتی را برای خودمون نعمت ندونیم، خیر ندونیم، این را در مقام شکرش بر نمیام. پس شکر چون حق شناسی یک نعمت هست، یک خیریست که کسی برای آدم انجام و اگه معتقد باشیم که این را خدا نداده، حسن داده، حسین داده، تقی داده، نقی داده، ربطی به خدا نداده، اینا فقط از همون شخص شکر میکنیم، خب ربطی به خدا نداره، از همون کسی که به ما داده باید شکرش را به جامعه تشکر کنیم. پس باید بدونیم که یک امر خیری از طرف خدا به ما رسیده و خدا میخواسته اینا به ما برسونه، از دستش در نرفته، خدا هر کار را انجام میده با علم و تدبیر و با اراده و اختیار خودش انجام میده، نه جبری هست و نه اتفاقی از دستش در رفته، همه چیز روی حساب. خب بعضی چیزاست که آدم زود باور میکنه که از خدا هست و مثلا شکرش را به جا میاره، مخصوصا امور غیر عادی، فرض کن یه مریضی شفا پیدا بکنه یا
در یک خشکسالی مردم مثلا دعا کنن باران بیاد، بعد شای غیر عادی اتفاق بیفته، اینجا را همه کس زود باور میکنند خب این کار خداست، نعمت خداست و باید شکرش رو به جا آورد. ولی آموزه های دینی از این بالاتره. دین به ما می آموزه که هر خیری به شما میرسه از خداست، خواه بی واسطه از خدا به شما برسه فرزن و یا با وسائط، با یک یا دو یا صد یا هزار واسطه. بالاخره وقتی کسی از کنید وقتی میخواد یک احسانی به شما میکنه، خودش دست میکنه تو جیبش در میره تو جیب شما، یه وقتی نفرم میفرسته واسطه میفرسته برای شما، یه وقت چک میده بیاد از بانک بگیرید چند تا واسطه میخوره، گاهی چندین واسطه میخوره، ولی بالاخره اصل این خیر از اون شخصی است که صادر شده. اینا همه واسطه هست. دین به ما می آموزه که اون چه خیر در دنیا به شما می رسی همه اینا از خدا هست. ما اصابک من حسنت فمن الله به یدک الخیر، تقدیم جار و مجرور مفیده هست. خیر فقط به دست. دین به ما می آموزه که این حوادثی که در عالم اتفاق می افته، ولو از راه اسباب طبیعی باشه یا از راه اسباب انسانی باشه یا از راه اسباب فرشتگان و ملائکه باشه، فرقی نمی کنه، همه اینا از خدا هست. شما باید اصل اینها را از خدا بدونید و طبعا به مقتضای اون امر فطریتون در مقام شکر خدا بره. اون آداب دینی که ما داریم ملاحظه می فرمایید، چیزی که در فرهنگ ما الحمدلله خیلی رایج بوده، اگر فرهنگ غربی این را از بین نبردش، احترام به نان. یه تیکه نان که تو کوچه افتاده باشید، فرهنگ ما اقتضام میکنه برداریم ببوسیم و بذاریم یه جایی که دست و زیر دست و پا نمونه. حالا اگه حیوانی ازش استفاده میکنه، اگه تمیزه که خودمون استفاده میکنه، اگه احتمال میدیم ضرر داشته باشه به یه جوری استفاده بشه که بی احترامی نشه. نعمت رو خداست بی احترام. من یادم بچه که بودیم، پیر زنها و یه تخمونه و اینها قدیم به نمک خیلی احترام میذاشت. نمک، یه ذره نمک حاضر نمیشدن بریزی، این کفران نعمت بود. این تربیت دینی است. خب ملاحظه فرمودید، حالا من در حضور شما عزیزان باید درس بس بدم. چیزهای واضحی که ما اینها را 100% آثار اسباب و وسائل طبیعی و عوامل طبیعی میدونیم، خدا اصرار داره اینا که اینا کار ماست. الان صدای رعد می اومد، بعد باران نازل میشه. خب اونایی که با علوم طبیعی و اینا آشنا هستن خب میدونن صدای رعد در اثر چی هست و گرم شدن هوا در یک جا و سرد شدن در یک جا باعث جا به جا شدن هوا میشه و کم این بخارات باعث این پیشه که با هم تلاقی بکنند و بعضی الکتریسته مثبت دارند و بعضی منفی و با هم دیگه تلاقی میکنند و صدای رد بلند میشه و برق ازش میشه. او عوامل طبیعی است. گاهی تخونم که آدم را میره روی فرشان و اینا، گاهی برق میجه یا لباس آدم پشمی هست و اینا، این وقتا اتفاقا بیشتر ظهور میکنیم. اینا هیچ وقت نمیگیم خدا برق ایجاد کرد در مثلا لباس رو یا دست میزنیم یه چیزی برق میگیم، خیلی عادیه برامو که این اسباب طبیعی است که اینو آثار دیم. این فرق نمیکنه که این برق حالا
در اثر استکاک لباس من با فرش و با مثلا یک فلزی پیدا بشه، یا بین دوتا ابر دوتا پوده بخار برم پیدا میشه. بعضش هم اثر طبیعیش اینه که مقداری از این بخارات تبدیل به آب میشه و به صورت باران میریزه روی زمین. خیلی طبیعی. این جاهایی که آب میریزه و زمین خیس میشه، اگه دانه ای چیزی اون جاها باشه، دانه علفی، گیاهی یا چیزی کاشته باشن، کم کم این دانه خیس میخوره و باد میکنه و بعدم میشکفه و یه جوانه ای میزنه سرد. اما قرآن بارها تأکید میکنه که ما ابرها رو به حرکت در آورد، از ابرها باران را ما نازل کردیم، با باران ما گیاه‌ها را رویاندیم، رشد دادیم. هی به اینا تکیه. از این گیاه‌ها ما شما را به حیواناتتون را سیراب کردیم. اینا مال یه بار یه جایی که به دعای باران نازل بشه نیست، اصلا همه باران ها اینجوریه. میگن ما نازل کردیم، ما گیاه رو جندیم، ما روزی شما دونیم. اقل چیزی که ما باید بفهمیم اینه که در این سلسله اسباب رأس سلسله یادمون نره. درسته که اینها یک سلسله ایست از اسباب، این در اون اثر میذاره، اون در اون اثر میذاره، اما اون سلسله جنبان اصلی را یادمون نریم. اگه یک کار با وسایلی انجام میگیره، فرض کنید یک کسی دستور داده که چکی برای شما میکشن، این چک را پست بیاره بذاره دفتر شما، دفتر شما بدن به کارمندی، اون کارمند بده بیاره در خانه شما میده، شما اینا بدید یک کسی دیگه بره بانک نقد کنید، چندین واسطه میخواد تا این پول از شما برسه. هم برای پول کی داده به شما؟ اون کسی که چکش را امضا کرده. شما باید او را بشناسید. کارمند بانک یا اون کسی که چک را آورده در خونه شما یا رفته نقد کرده، اینا مؤثرند. اگه نبودن پول از شما نمیرسید. ولی این هدیه، این بخشش مال اون کسی که چک را امضا کرده. درسته که این گیاه در اثر نزول باران سبز شد، باران در اثر استکاک ابرها پدید آمد، ابرها در اثر جریان باد و جابجا شدن هوای سرد و گرم به وجود آمد و اسباب دیگری، اما کی این نظام رو برقرار کرد؟ اون کسی که کلید زد این عالم را. این عقل شما میگن ها که اون سلسله را یادمون بره. ولی وقتی معرفتمون بیشتر بشه و یه مقداری خدای متعال نورانیت به دل ما بده، وقت خواهیم فهمید خیلی مطلب از این سلسله بالاتره. در هر حلقه ای از این جنجیر خدا حضور داره. کم اتفاق می افتاده که شما دیدید یه مشکلی داشتید، اتفاقا شما میگیم اتفاقا رفتید تو خونه، از خونه اومدیم بیرون تو سر چهار را با یه کسی برخورد کردیم، اون یه حرفی زده یه کاری کردی که رفت مشکل ما حل شده، یا اتفاقا وقتی او را دیدیم یادمون اومده که این کار باید به او میگفتیم، یادمون رفته بود. این از این اتفاقات، مخصوصا اونایی که یه مقداری حواسشون جمع باشه، ما اسمشون میذاریم اتفاقات. اینا تدبیرهای خدا هست. خدا به ما یاد میده که غیر از اینکه او سر سلسله کارها را دستش هست، او سر زنجیر را تکون میده تا حلقه ها به حرکت در میان، پهلوی هر حلقه ای هم حضور داری. برگی بی اجازه او حرکت نمی. همین بادی که میاد که به درخت ها
در پاییز برگی بی اراده او بر زمین نمیافت. خوش به حال اونایی که این معرفت رو پیدا کنند و دائما در عالم افعال الهی رو تماشا کنند. ولی بالاخره اون ادنا مرتبه شد دیگه، همه ما باید توجه داشته باشیم که درسته یک نظام اسباب و مسلماتی، اما حرکت دهنده این سلسله کسی دیگری است. او را نباید فراموش کنیم. امضا کننده چه که نباید فراموش کنیم. بنابراین ما هر خیلی به من میرسه باید خدا را شکر کنیم. نان سر سفره است و میخوریم و سیر میشیم و دیگه الحمدلله خدا را شکر. چرا؟ نان را پس به این که خادم شما یا خود شما رفتید از دکان نونوایی خریدید، در مقابلش هم پول بدید. نونوا هم برای این که این کار را بکنه که آردن نان بکنه، خمیر کنه، در مقابلش سود داشته که این کار را میکنه و الا نمیومد میکنه. آردش هم را کشاورز خورده بود و آسیابان داده بود، اونم پول گرفته بود، خود کشاورز هم و الی آخر همه برای خودشون کار کردن. شما پول دادید نان خریدید، نه فکر ما این سیر شدید، اما وقتی سیر شد بگه الحمدلله شکر خدا، خدا به ما روزی داد. این فقط مال نان سفره نیست، نفس هم که می کشیم باید این توجه داشته باشیم. این هوا رو خدا آفریده که ما داریم تنفس. چشم ما که باز میکنیم میبینیم، خداست که این چشم رو به ما داده. حالا شما در اطرافتون به چی میتونید نگاه بکنید که صدها و هزارها نعمت دست به دست به هم نداده باشید تا اون برای شما فراهم بشه؟ اول باید بدونیم که هر کدوم از اینا نعمتی، یعنی اینا به درد ما میخوریم. انسان غافل اصلا به اینا توجه نداره. شاید امروز گاهی گوشه و کنار بعضی اشخاص رو ببینید یا بشنوید که در بعضی از کشورها هستن، اون فقط فکر شکمش هست و دامنش، اصلا توجه نداره که چی کجاست، زمین چیه، آسمان چیه. غیر از شکم و زیر شکم چیزی نمیشه. اولئک هم الغافلون، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلم. اما انسانی که یه مقداری عقلش کار بکنه، هوشش سر جای خودش باشه، مست نباش، خواب نباش، هوشیار باشه، در اطرافش که نگاه میکنه عجب چیزهای خوبی وجود داره. این هوا که اینقدر ارزان در اختیار من و شما قرار میگیره عجب چیز مفید. این نوری که میتابه از خورشید، این آبی که از آسمان میاد و الی آخر، از نزدیکترین چیزهایی که جلوی ما هست تا دورترین کهکشانها، هر چرا آدم بفهمی اینه عجب چیزهای خوبی است. برگرده به خودش نگاه کنی، دستم، پام، یادم اومد دیده چند سال پیش بود، 2-3 سال پیش بود، مقام معظم رهبری در این سخنرانی عمومیشون که برای کارگزاران کشور، مسئولین کشور تو ماه رمضان بیان می‌فرمودن، اونجا فرمودن که بعد از این که مورد سوء قصد قرار گرفتن، من به دستم اعصابش از کار افتاد و اینا، مدتی تحت معالجه بودم و یه روز دکتر متخصص اعصابی به من میگفت برای حرکت دادن این انگشت چند رشته عصب با چند نوع فعالیت کار باید بکنن تا بتونی انگشت رو حرکت بدی.
اینا به همین مناسبت گفتن که ما توجه به نعمتهای خدا داشته باشیم، در مقام شکرش بریم. ما راحت دستمون میاریم میبریم، این بیسیم داریم داریم، هیچ توجه نداریم که اینا هم یه چیزیست خدا به ما داده، یه نعمتیست. برای یه حرکت دادن یه انگشت چند رشته عصب با چه مکانیزمی اینا باید فعالیت کنند، اون چنان در اختیار تو باشند تا بتونی انگشت حرکت. یکیش اینا عیب بکنه دست کار نه. بنابراین که ما اولا باید بشناسیم که چقدر چیزهای خوب وجود داره، یعنی چقدر نعمت وجود داره، علومی که کمک کنه به انسان که نعمتهای خدا را بشناسه، از این جهت بسیار میتونه برای بشر مفید باشه. اگر از اول آدم قصدش این باشه که با این علوم نعمتهای خدا را بشناسه تا در صدد شکرش بر بیاد، از اولی که میره یاد بگیره عبادت. اما اگه به این قصد باشه، فقط به خاطر پولش نباشه یا به خاطر پست و مقامش نباشه، اگه قصدش باشه علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی یاد بگیره برای این که نعمت‌های خدا رو بشناسه. همین فیزیولوژی آناتومی بدن خودش رو بره یاد بگیره، کارکرد دستگاه‌ها و اندام‌های بدنش خودش رو یاد بگیره، هر گوشه‌ای هر عضو کوچکیش هزارها فعالیت‌های حیرت‌انگیز داره. اگه اینا رو بشناسه آدم میگه عجب نعمت‌های خوبی خدا به من داده. وقتی نشناسه خب نمیدونه چیه. اگه از اول بره یاد بگیره به قصد این که نعمت‌های خدا رو بشناسه تا شکرش رو به جا بیاره، از همون قدم اولش عبادت. بعدش به دست آوردن این نعمت ها به طوری که آدم بتونه از اونها استفاده کنه. خب خیلی چیزها نعمت هست، تو کوه ها وجود داره، زیر زمین وجود داره، تو دریاها وجود داره، تو هوا وجود داره. تلاش برای این که آدم اینها رو بتونه با هم ترکیب کنه یا شرا تغییراتی درش وجوده یا تسخیر کنه، یعنی تحت اختیار در بیاره تا بتونه ازش استفاده کنه، یاد بگیره که چگونه از این نعمت‌ها استفاده بکنه، اونم علمی میخواد. اگه از اول قصدش این باشه که من این علم را یاد میگیرم تا از نعمت‌های خدا خودم و دیگران استفاده کنیم تا شکرش را به جا بیاریم، اینم از اول عبادت. هر قدمی که برمیداری برای ثواب نوشته میشه. بعد حالا همه چیز هست و میشه ازش استفاده کرد، اما من مالکش نیستم که استفاده کنم، باید برم زحمت بکشم پول در بیارم که بتونم در ازایش بپردازم، یه زحمتی یک خدمت دیگری را ارائه بدم تا از خدمات دیگران بهره مند بشم. باز اگه قصدم این باشه که کسب میکنم تا درآمدی داشته باشم، تا درآمد با اون درآمد بتونم از نعمتهای خدا استفاده کنم تا شکرش رو بجنبیم، چون تا آدم این چیزی رو نچشیده، خیری رو درک نکرده، انگیزه شکر نداری. هیچ وقت شده تابستان گرما تو یک جایی خیلی شما تشنتون شده باشه، آبی نزدیکتون نباشی، راهی رو مثلا وسط ظهر توی آفتاب گرما رفته باشید، خیلی خسته تشنه دیگه، دهنتون خوش شده باشید، اتفاقا برسید یه جایی یا نه وارد منظری میشید، از شما پذیرایی کنن، یه شربت بهلیموی خنک بیارن تناول بفرمایید، یا نه یه شربت آب خالص، اما خنک و دلنشی، آدم زنده میشه، عجب چیز خوبی بود. نهر آبش داره از کنار خونتون عبور میکنه، یه فقط نمیگید عجب چیز خوبیه، اون وقتی که آدم استفاده کنه میفهمه چه چیز خوبی بود.
خدا می فرماید و رزقناکم من الطیبات لعلکم تشکرون. ما چیزای خوب روزیتون کردیم تا شکرشو به جا بیارید. تا شما استفاده نکنیم روزیتون نشه، این انگیزه شکر ندارید. پس آدم داره درس بخونه تا بتونه از نعمتهای خدا به دست بیاره، تا اون نعمتها رو استفاده کنه، تا با استفاده کردنش انگیزه شکر پیدا کنه. تمام این مسیر میشه عبادت. اگه گفتن تسعت و اجزاء العباده فی طلب الحلال، بی حساب نگفته. اگه آدم زحمت بکشه برای اینکه روزی حلال استفاده کنه تا رزقکم من الطیبات بشه، خب اصلا نعمتهای خدا رو درک نمی کنه. چی؟ اون وقتی که این برق نبود، این کولر نبود، این وسایل فیلم برداری نبود، ما اصلا چه می دونستیم چه این چیزهایی میشه باشه؟ خدا هم چیزهای ما آفریده بود در طبیعت، ولی ما درشتیم در دسترسی ما رو بسپنیم. امروز اون کسایی که توی آزمایشگاه ها برای تحقیق درباره انرژی اتمی کار میکنن، اگه قصدشون این باشه که از این نعمت خدا استفاده کنن تا قدر نعمت خدا رو بدونن، شکرش کنن. یا قصدهای مشابه این برای اینکه مسلمان ها را از جدایی و دریوزگی پیش کفار نجات بده، عزت اسلامی را حفظ کنه، اینا خیلی ارزشی. به این قصد که باشه از همون روز اولی که قدم را میدن دنبالمون کار مینن، عبادت. کسی که پیاده از اینجا را میره میفته تا بره مکه، اونجا ایام حج عبادت بکنه، از اینجا که را میفته عبادت نیست؟ با اینکه راه رفتن که عبادت نیست، حج عبادته، اما این راه رفتن مقدمه اون. اگه این نباشه من به حج نمیرسم. بنابراین هر کاری اگه اون قصد نهاییش بندگی خدا و همه در این مسیر قرار بگیره و برای این جهت انجام بگیره، تمامش میشه عبادت. و برای هر قدمیش ثواب برای انسان میرسه. حالا از اینها گذشتیم، همه این چیزایی که هست شرعاً حلال نیست. همه اینو من نمیتونم چند روزه برای ما مفیده، کدومش مضر، روابط اجتماعی کدومش رو ایجاب میکنه و نمیکنه، حلال و حرام و مال مردم و غصبی و رشوه‌خواری و راندخواری و اختلاس و سوء استفاده های از بیت المال و الی آخر. آیا اینا نعمت خداست باید شکرشو کرد یا نه؟ پول همین است و از همین پول این درآمد ها پیدا میشه. پول از اون جهتی که پول است و میشه باش خیلی سارا خرید نعمته. گوش از اون جهتی که گوشته و باعث رشد بدن میشه، از این جهت باید شکرشو به جا آورد. اون وقتی نعمت از حقیقت هایی که در جهان تکامل انسانی قرار بگیرد. بلا اگر این گوشت رو من تناول کردم و فردا باید در آتش جهنم این رو بسوزوننش، چون مال حرام بود، چه نعمتی؟ پس بعد من یاد بگیرم که کدومش حلال کدومش حرام. از کجا یاد میگیرم؟ همونطوری که اون علمی که به من میگفت این نعمت از چرا به دست میاد، اگه اون علم را برای خدا می آموختم می شد عبادت، این علم حلال و حرامم را اگر برای این یاد بگیرم که بدونم چی مرضی خداست عمل کنم، چی مرضی خدا نیست ترک کنم، هم خودم عمل کنم هم به دیگران بگم، اینم هر قدمی که برمی دارم برای یاد گرفتنش می شود عبادت. این داستان را همه پایون شنیدن از مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه. چون از خانه که به بیرون می اومد بره برای حضور در جلسه درس، کفشاشو در می آورد، پیاد پا برهنه را می رفت. شهید ثانی صاحب شلوم،
جوان بود هنوز در میلاد. بهش گفتن این چالی شما چون کاتو بیره نمی کنید رو. گفت میخوام پای با کفش روی بال ملائکه نگذارم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به. فرشتگان برای اظهار خوشنودی از دانشپژوه از طالب علم بال خودشون را زیر پای طالب علم پهن میکنن. من معتقدم این پیغمبر درست است. من طالب علمم، من میخوام برم علم یاد بگیرم، حتما فرشتگان بالشون رو زیر پای من پهن کردن، من نمیبینم. با کفش روی بال ملائکه نرم. از همونجا که در می اومد از خونه هر قدمی برمی داشت یک عبادت بود. چرا؟ برای اینکه این راهی است که استفاده از نعمتهای خدا را نعمت می کند برای ما. این به ما یاد می ده اگر چجور رفتار کنید به نفعتون نعمت هست، بلا میشه نقمت، میشه عذاب. انما یأکلون فی بطونهم نارا. حالا خیال میکنن چلو کباب است و مرغ بریون تناول میکنن، از سوء استفاده هایی که از بیت المال میکنن باطلش رو نمیبینن. قرآن صریح میگه انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. این که نعمت نشون که شکر نداره. شکر مال نعمت رو، نعمت اون که چیز برای ما خیر باشه، چیزی که عذاب باشه که نعمت نیست. از کجا بفهمم چه نعمت هست چه نعمت؟ باید فقه بخونم، حلال و حرام بدونم، قرآن باید یاد بگیرم، حدیث بگیرم، فقیه باید داشته باشیم، مرجع تقلید باید داشته باشیم. اون چه اینا رو برای ما فراهم میکنه، همه اونا اگر به قصد اطاعت خداست همه میشه عبادت. البته همه اینا ممکن است کسانی روی قصدهای شیطانی انجام بدن و باعث ندامت و حضرتشون بشه، ولی اگر برای خدا به قصد استفاده از نعمتهای خدا و برای شکر نعمت خدا و کسب رضای خدا بشه، از همون قدم اول میشه عبادت. دیگه امشب بس خستتون نکنیم، استفاده کنیم از توسل، خواهش کنم صلوات بفرستید.